بانک جهانی میگوید تلاش برای مبارزه با سرایت احتمالی ایبولا به دیگر کشورهای آفریقای غربی میتواند تا پایان سال 2015 میلادی 32 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه بردارد. رئیس بانک جهانی کشورهای غربی را به تلاش بیشتر برای اعزام پزشک و ارسال تجهیزات و آموزش نیروی جدید با هدف مهار ایبولا در کشورهای سیرالیون، لیبریا و گینه فراخواند. در دانشگاه شیکاگو در ایالات متحده، پزشکان برای آشنایی بیشتر با ایبولا و تدابیر ایمنی مرتبط با این ویروس کشنده در آمریکا و در آفریقای غربی آموزش می‌بینند. در سیرالیون، بحران به حدی رسیده که امکان و فرصت آموزش نیرو را به حداقل رسانده است. تازه ترین تحول در سیرالیون اعتصاب کارکنانی است که مسئول جمع‌آوری و دفن اجسادند و میگویند چون حقوق دریافت نکردند دست از کار کشیدند. همین سبب شده تا پیکر قربانیان ایبولا در خانه‌ها و خیابان‌های فری تاون پایتخت انباشته بشود. پایتخت اسپانیا هم روز چهارشنبه شاهد ادامه تحولات مربوط به ایبولا بود. روز چهارشنبه یک گروه بهداشتی که قصد داشت محل سکونت ترسا رومرو پرستار مبتلا به ایبولا در مادرید را ضد عفونی کند با ممانعت گروهی از فعالان حقوق حیوانات روبرو شد که گمان می‌کردند این افراد برای کشتن سگ خانگی پرستار بیمار قصد ورود به ساختمان را دارند. گفته می‌شود در تجمع امروز پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شد. در بیمارستان کارلوس مادرید 5 نفر از جمله همسر ترسا رومرو در قرنطینه به سر می‌برند که جواب آزمایش ایبولای 2 نفر منفی گزارش شده است. وزارت بهداشت اسپانیا روز چهارشنبه اعلام کرد نتیجه آزمایش ویروس ایبولای هر 22 نفری که با ترسا رومرو در تماس نزدیک بودند نیز منفی بوده است. اتحادیه اروپا از دولت اسپانیا درباره چگونگی ابتلای ترسا رومرو به ایبولا که اولی مورد انتقال بیماری در خارج از آفریقای غربی محسوب می شود توضیح خواسته است.